چند راز ترسناک راجع به دیزنی لند که نمیدونستید. چطوری نازم کالتون خوب باشه؟ من حدیثم و خوش اومدیم به چنل موویشن. امروز میخوام چند تا نکته ترسناک راجع به دیزنیلند بهتون بگم. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بالا صفحه هم بزنید تا ویدیوی جدیدمون واسهتون بیاد. برو بریم. وقتی که بخش دزدان دریایی کارائیب توی سال 1967 توی دیزنیلند افتتاح شد، تمام استخونای این بخش واقعی بودن. مسئولین و بازیگران دیزنیلند میگن که دیگه تا امروز هیچ استخون واقعی باقی نمونده، ولی خب یک سری هم متقاعد نشدن و میگن هنوز استخونهای واقعی وجود داره. جیسون پتروس یکی از کارشناسان دیزنی معتقده که هنوز 4 استخون باقی مونده و یکیشون یه جمجمه بالای تخته. جورج دوز دریایی، طبق شایعات جوشگری به اسم جورج روی ساخت نسخه دزدان دریایی کارائیب جان خودش رو از دست میده و میگن که روحش توی دیزنیلند باقی مونده. از این بازیگر میگن که روح اون توی دیزنیلند سرگردونه و ممکنه بعضی وقتا بخشا رو تسخیر کنه و اگر هر روز صبح به اون سلام ندیم ممکنه اون بخش رو خاموش کنه. پس هر روز صبح یک صبح بخیر صبح بخیر جورج ضروریه. توی دیزنیلند خاکستر یه سری از انسان ها وجود داره. توی سالهای مختلف یه سری از دوستداران دیزنی درخواست کردن که خاکسترشون رو سر تا سر پارک پخش کنن. محبوب ترین نقطه هم برای خاکستر ها عمارت خالی از سکنه دزدان دریایی کارائیب. این موضوع انقدر به مشکل تبدیل شده که میگن اعضای بازیگرا در رابطه با اینکه اگه یه وقت مهمونا ازشون راجع به این موضوع سوالی پرسیدن آموزش دیدن. عروسک‌های سوار بر دنیای کوچک هرگز متوقف نمیشن. اخیراً فاش شده که عروسک‌های سوار بر دنیای کوچک هیچ‌وقت از حرکت باز نمی‌ایستن و 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته و همیشه در حال حرکتن. یعنی حتی تو این مدت قرنطینه که دیزنیلند بسته بودم اینا در حال حرکت بودن و به رقصیدنشون ادامه دادن. یه لحظه تصورش کنید. میکی موس ترسناک. امروز بچه ها بزرگ ساله زیادی ساعت ها توی صف می ایستن تا با میکی و مینی عکس بگیرن. توی روزای اولیه میکی موس و مینی موس یکمی خشن بودن و باید انقدر بازی می کردی تا بتونی باشون عکس بگیری. تو حاضری انقدر بازی کنی تا فقط یه عکس کوچولو بگیری؟ من حاضرم. پارک آبی متروکهی با گذشته تلخ. هنوز موسیقی با صدای بلندی از این پارک آبی پخش میشه. این پارک آبی از سال 1976 تا سال 2001 باز بود. اما در طول دهه 80 3 مورد مرگ توی این پارک رخ داد. ولی امروزه زنگ زده و رها شده و کسایی که مستند از این بخش تهیه کردن با جرایم و عواقب سنگینی روبرو شدن. یک جزیره متروکه اونجا وجود داره. جزیره دیسکاوری که قبلا جزیره گنج نامیده میشد قبل از بسته شدن به روی عموم توی سال 1999 یه مکان جانور شناسی بود. این حیوانات توی استراحتگاه ورد دیسنی انیمال کینگدوم نگهداری میشدن ولی خیلی مخاطبا جذبش نشدن و از اون موقع رها شد. ولی این مانع تلاش مردم برای بازدید از اونجا نشد و گفته شده که سال گذشته یه مردی اونجا زندگی میکرده. ترسناک‌ترین بخش دیزنی که یک جاذبه خاص توی دیزنی بود کمتر از 10 بعد از افتتاح شدنش برای همیشه بسته شد. در سال 1995 افتتاح شد و یک تجربه سوزن شدن ستون فقرات رو به ما نشون داد. حتی کسایی که به اندازه کافی هم شجاع بودن واسه رفتن به اینجا وحشت می‌کردن. اونا در حالی که به صندلی‌های خودشون بسته بودن چراغ‌ها خاموش می‌شد و می‌تونستن نفس یه موجود بیگانه یا پشت گردن خودشون احساس کنن و حتی صدای چیک چیک شدن آب دهنش رو بشنون. هنوزم دوست دارید به دیزنیلند برید؟
من که دوست دارم. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. این بالا دوتا ویدیو دیگه واسه تون میذارم که اگه دوست داشتید اونا رو تماشا کنید. راز ترسناک انکانتو و چند تا نکته غیر منطقی انکانتو. خیلی دوستتون داریم. لایک، سابسکرایب، زنگوله، کامنت فراموش نشه. فعلا.